اینجا دریای آمو در ولسوالی دشتقلعه تخار است. دیده می شود که به دلیل عدم تحکیمات سواحل این دریا بیشترین ساحات زراعتی مردم تخریب شده است. باشندگان محل با نگرانی از وضعیت پیش آمده می گویند به دلیل عدم تحکیمات سواحل این دریا در چند سال پسین هزاران جریب زمین زراعتی، منازل مسکونی و چندین محراب مسجدشان را از دست دادند. تخریبات دریای آمو در این منطقه ده ها سال میشه که ادامه داره. تا هنوز باعث تخریب هزاران جریب زمین، سایه جنگلات، صدها منازل مسکونی، چندین محراب مسجد، مقبره ها و راه معاصرتی گردیده است. از امارت اسلامی افغانستان جدا تقاضا و خواهش ما ملت همی است که دریا اگر به سواحل اصلیش تغییر می آورد، نجات از خاک ما، دفاع از وطن ما می شود، خاک ما، مردم ما نجات می آورد. نصرت الله باشنده محل نمونه از ده ها متضرر است. می گوید تا کنون 50 تا 60 جریب زمین زراعتی و حتی منازل مسکونیش را از دست داده و نگران تهدیدات بیشتر دریای آمو است. اینجا 60 جریب زمین ما را تخریب کردگی است. دمی جدن منطقه که ببینی دمی سایه نمی اولی ما را برد دیگه نمی رو با خرابی است دیگه نمی داره تخریب میکنم مردم دیگه. این مردم هیچ چیزی خدا نداره، پای پا گمی جنه مالداری، مال هم پنج مال داره، مال سر نداره، جنگل ها قطع شده، جنگل ها من شده، دیرو برده دیگه چیز نیست. در این حال رئیس سرحدات اقوام و قبایل در جریان بازدید از ساحات مرزی تخار با تایید نگرانی مردم تعهد می‌سپارد که به زودی مشکلات و نگرانی باشندگان محل را با نهادهای مسئول شریک خواهد ساخت. وضعیت پمدا قرار باندې وی احتمال دې ست در سه دو کلو کې یا درې کلو کې دغه د امو سین د خلکو کورونا مساجد همدغه رقم په جامع چې کومې لارې دي چې نوورې کوکچو شپارګل سوالي د مرکز سره وصل کوي غلبای نویس یو غټ ستونزې مونږ ته راولاړي کې گفته می شود هفت ولسوالی مواره کوکچه تخار در حدود صدها کیلومتر مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارد، اما تاجیکستان توانسته با تحکیمات ساحات مرزی خیش را از تخریبات دریای آمو نجات دهد، در حالی که دریای آمو به دلیل عدم تحکیمات همسال از ساحات مرزی افغانستان را تخریب می نماید.